و آخرین خبر اینکه که نشست علمی روزانه آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی روزهای جمعه و شنبه ششم و هفتم ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در نشست روز شنبه هفتم ربیع الاول با تاکید بر اینکه نسیان سهم و حتی ترک اولا از معصومین و انبیا سر نمیزند فرمودند مرحوم سید مرتزا علم الهدا در بیش از هزار سال قبل کتابی به نام تنزیح الانبیا و نوشته است این کتاب در بیان اثبات اسمت پیامبران و ائمه علیهم السلام است و در آن بحثهایی راجع به اسمت پیامبران را به تفصیل آورده و تمامی شبهات پیرامون این مسئله را با ذکر موارد پاسخ داده است لذا در رابطه با مواردی که سخن از صحب یا نسیان انبیا آمده بایستی گفت که تمامی اینها از مجازات است و حقیقت نیست معظم الله در ادامه با اشاره به این نکته که در قرآن و روایات موارد بسیاری از مجازات آمده است فرمودند مثلا وقتی در قرآن کریم گفته می ید الله فوق ایدیهم یعنی دست خدا بالاتر از همه دست هاست در اینجا دست و ید به معنای قدرت آمده و مجاز است و عمده زیبایی فساحت و بلاغت در همین مجازات است ایشان همچنین فرمودند مجازات حتی در زندگی انسانهای عادی هم متعارف است وقتی به فردی گفته می شود ما زیر سایه شما هستیم این بدان معنا نیست که او زیر آفتابی ساده و سایه او روی ما افتاده و ما از سایه او بهره می بریم بلکه این تعبیر نوعی مجاز است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه ما... معناش که اشتباه نمیکرده اون طرف خیال کرده اشتباه کرده مجاز همینه دیگه یعنی واقعا معصومین علیهم السلام اشتباه نمیکنن اما ممکنه گاهی عین همون روایت ا... 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 نه طرف خیال کرده که حضرت اشتباه کرده مثل قصه لمعه کلمه لمعه که در روایت حضرت باقر علیه السلام داره که به حضرت گفت کردید پشتتون یک قدری آب نرسیده لمعه یعنی یک قدری حضرت دست تر کشیدن اون خیال کرده آخه میشه وجات میگم جاهای جاهای دیگه از همین قبیله عرض کردم به حضرت باقر میشه نسبت داد که اشتباه کردن نه اون خیال کرده حضرت اشتباه کردن چرا نه پس چی حقیق... پس حقیقت میدونم حقیقته، پس چی سیومش چی یا حقیقت یا مجاز حقیقت که خلاف عصمته، مجاز درست و مجاز انواع کنایه است استخدام انواع متعددی داره <تصفح> مثل ید الله فوق ایدیهم ید الله مجازه یا نه